چرا؟ واقعا چرا این کاری کردید؟ نه چرا بچه. شما اینجوری رأی دادید؟ بابا بچه خیلی خطرناک بودیم واسه بچه اینطور. آخه وزن شما چقدره؟ این بچه آخه چقدر مگه میتونه تحمل کنه؟ خیلی نگران شدن. خیلی خوشحالم که در حضور شما تونستیم برنامه ای را اجرا بکنیم. من احساس کردم که به خاطر این حرکت پول و بالانس کردن من رو بدن محمد سما متوجه نشدم که 4 بار ضرب در خورد وگرنه استوب میکردیم. اما این حرکت بسیار حرکت تخصصی هست و محمد جان جزو نسل 4 شاگردای من هست که تک تک رو موزه عضلاتش تک تک کار شده. به لحاظ انعطاف، به لحاظ قدرت و بافت عضله این بچه به قدری قوی هست که من باید بالانس میکردم رو بدنش که بتونم از بدن این بچه استعدادش رو شکوفا بکنم. بعد این وزن من به صورت عادی رو بدن این نیست، چه بسا در طی 3 سالی که با من بوده از 5 کیلو 10 کیلو همینجوری به مراتب رفته بالاتر. تمرین کردیم و این فشار روی مرکز ثقل بدن این بچه هست که تقسیم میشه، نیروها تو مرکز ثقل تقسیم میشه، فشاری رو بچه نیست، یه بچه عادی نیست.
یه آرتیستیه که کارش هم نصفه بود. بعد مرسی. من اگه اجازه بدید یک چیزی رو خدمت شما بگم. اینجا به هر حال شما با چهار موجود زنده، حالا من از جانب خودم یکی از شما چهار نفر، شما با چهار تا احساس و عاطفه و همش، یعنی ما موجود زنده ایم و اینجا ارزیابی اسم نازنینش رو نمیدونم. محمد جان. بله، ما برای، یعنی در واقع ما باید یه اجرای مناسب میدیدیم و شما صد البته که سمت استادی حتما دارید، برای که گفتید از شاگردان من، ولی ما چون با یک اجرا مواجهیم و از اونجا که شما سخت مراقب شاگرد هم بودید، صد البته ما با یک اجرای مواجه شدیم که در واقع شاگرد از استاد پیش افتاده. من عذرخواهی میکنم، حتما هم اینطوره و حتما تزلزل شما وقتی که روی چمدون با دست بلند شدید به چشم من آمده و شاید برای اینکه فشار بیش از حد به محمد جان نیاد، من میخوام بگم ما دو اجرای مجموع یک اجراست، ولی دو نفر برابر من ندیدم. به همین دلیل به نظرم اومد که از ایشون خرج شده یک کمی و به هر حال غیر قابل تحمل بود. این من فکر الان محمد رو نمی کنم، فکر دوره بعد از ورزشش هم می کنیم ما توی برنامه آسیب شناسی و اینها. بعد داستان مرسی، ممنونم. و این برنامه اگر قراره که اتفاق بیفته، این حرکت بارها و بارها اجرا شده، حالا تو باشگاه یا این، میگم که محمد جان این اتفاقی که زیر پوست بدن انسان میفته از لحاظ عضله، اگر ما این حرکت رو به صورت قانونی و بیومکانیکش رو توضیح بدیم که نیروها کجا تقسیم میشه، این نیستش که فشار به کمرش میاد و این بچه اذیت میشه. اکبر میکروفون محمد میدیم. مرسی از تو زمانی میکنم. محمد میکروفون رو بالا بگیر. خیلی همه نگران تو شدن که به تو یه فشار عجیبی نیاد، خدای نکره به تو آسیبی نرسه. چجوری تو اصلا چرا شروع کردی همچین کار سختی رو؟ حداقل ما که به ظاهر نگاه میکنیم خیلی نگران میشیم و ترسناک به نظر میرسه. من اول رفتم باشگاه، خب بعد آقا رسولی یه شاگرد دیگه داشت، بعد با اون این کارا رو انجام میداد، منم علاقه پیدا کردم رفتم. آقا رسولی کم کم وزن رو من زیاد کرد. بعد مامان بابای تو چیه نظرشون راجع به این کار؟ مامان بابای من راضیان. یعنی نگران نمیشن؟ اول بودم ولی الان نیستم. اجازه بدید، یعنی الان که همه داورای ما رأی منفی دادن به اجرای شما، تو بی خیال این کار سخت نمیشی؟ نه. یعنی ادامه میدی؟ بله. میدونم خیلی اتفاقه. صبر کنید. خب بذارید، اصلا من اینجا نشستم که همین این کارها رو انجام بدم. میتونی پیشنهاد بدیم به داورامون مربوطه؟ معمولا خیلی سخته که کسی اجازه بدی. میتونن، من نمیدونم هر کدوم از ما اگر داور بودیم واکنشمون چی بود. اون جمله خانم نونالی جمله درستیه، چهار شخصیت مختلف با ذائقه‌های متنوع نشستن. شما صحبت‌های اکبر رو شنیدید، حرفای محمد هم شنیدید. نمیدونم حاضری رأیتون رو پس بگیرید؟ یه چیزی من بگم، عذر میخوام، خیلی زمانمون طولانی شد. خیلی کم، این کارش نصفه موند. فقط می‌خواستیم قابلیت بافت بدن این بچه رو به علاوه انعطاف و هماهنگی عصب و عضله که ما برنامه چیده بودیم که رو میز داورای حرکتی رو نمایش بده، که کارش نصفه موند. حالا اگر دوست داشتید به عنوان شیرینی مجلس ما این کارش رو فقط اینجا اجرا بکنه اگر فرصت داره، اگر نه که برو. اکبر مشکلی که نداره، چون منم نگران شدم. نه برو بریم. امیدوارم فقط آریا در نره.
یه چیزی بگم بهتون، یه توضیح بدم. داورامون هر کدوم سه تا اعتبارنامه دارن که شما رو بفرستن باشگاه مهارت، ولی نه، رأیشون رو پس گرفتن به دلایل قابل قبولی که برای خودشون دارن و نه حاضر شدن از اعتبارنامه ها استفاده کنن. من حاضرم از اعتبارم استفاده کنم. تو حاضری؟ آفرین. رأی امین برگشت. خیلی خوب. Thank you.